در بخش مطبوعات تحریم های تازه دولت ترامپ علیه گروه های مورد حمایت ایران در خاور میانه تولید انبوه پهپادهای مجهز به بمب هوشمند در ایران محاکمه یک زن و مرد ایرانی تبار در استرالیا به اتهام قاچاق نیکل به ایران و احتمال مؤثر بودن تهدیدهای ترامپ برای اصلاح برجام از مطالبی است که در نشریات انگلیسی زبان مورد بررسی قرار گرفته است. جرزلم پست با نقل خبر تحریم های جدیدی که دولت ترامپ علیه از لبنان لبران و حماس وضع کرده می نویسد این موزه محکم آمریکا علیه شبکه دست تهران بخشی از استراتژی گستردهتر دولت آمریکا برای خونسا کردن فعالیت های ایران در منطقه است که با سیاست های بی ثبات سازی در صدد کسب هژمونی در منطقه است دولت ترامپ به نوشته این روزنامه گفته است این تحریم‌ها هدف‌های دیگری را نیز دنبال می‌کنند وان جلوگیری از نقض حقوق بشر مردم ایران از سوی حکومت مقابل با برنامه موشک های بالستیک و حمایت تهران از تروریسم در منطقه است. به گفته ای مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا، دولت ترامپ در سال گذشته تحریم ها علیه ایران و دست نشاندگان را بیش از سه برابر کرده است. این خبر را از قول مقام های نظامی ایران نقل می کند که گفتند ایران به تولید انبوه پهپادهای مهاجر مجهز به بمب هوشمند نقطهزن پرداخته و می از زمانی که تهران با امضای برجام میلیاردها دلار پول نقد به دست آورد اقدام به تولید پهپادهای پیشرفته‌ای کرده که در اختیار سپاه پاسداران است نشریه می‌افزاید سپاه با تسلیحات تازه بر تلاش‌های جنگی در منطقه افسوده و در سوریه از طریق گروه های دست نشاندهش نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار می دهد. مقام های نظامی ایران گفتند پهپادهای تازه می توانند هدف های ثابت و متحرک را نابود کنند. فارین پالسی به دیدگاه های مشترک موافقان و منتقدان برجام پرداخته و می نویسد هر دو گروه بر آنند که تهدید ترامپ یک فرصت برای رسیدن به توافقی تازه ایجاد کرده است. نشریه می نویسد بچه های این ناخشنودی آمریکا از برجام در سالهای 2014 و 2015 به وجود آمد که اروپا و آمریکا درباره توافق از مذاکره می کردند. فارین پالیسی می تهدید ترامپ امکان لغو برجام را در بر دارد اما این امکان هم هست که فرصتی برای اصلاح آن ایجاد کند. فرصتی که هم موافقان و هم مخالفان برجام در آن اتفاق نظر دارند. نشریه می موضوع غروب یعنی ای در برجام که اجازه میدهد پس از گذشت مدتی محدودیت ها بر فعالیت های ایران برداشته شود عمده ترین مشکل برجام است نیودلی از قاچاق آلیاش های نیکل به ایران از سوی یک زن و مرد ایرانی تبار استرالیایی و زیر پا نهادن تحریم های سازمان ملل در این زمینه خبر داده و می نویسد شرکت های خارجی به موجب قدنامه سال 2008 سازمان ملل متحد از فروش و صدور آلیاش های نیکل به ایران من شدند اما این زن و مرد در نیو ساوت ولز استرالیا با نقض قدنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دو محموله در سالهای 2009 و 2010 به ایران قاچاق کردند خسرو سجادی و سیما عقیلی ناطقی محموله های نیکل را به یک شرکت در دوبی صادر کرده و محموله ها سپس به بندر عباس فرستاده شدند. نیکل به دلیل خاصیت مقاومت در برابر فرسایش در ساخت نیروگاه های مورد استفاده قرار می گیرد.